تو این قسمت با 4 تا دیگه از فیلم‌های رزمی کشور چین آشنا میشیم. امیدوارم از این قسمت هم خوشتون بیاد. روزی روزگاری در شانگهای یکی از بهترین فیلم‌های ژانر هنرهای رزمی هنگ کنگ به حساب میاد که سال 2014 منتشر شد و بین مردم طرفدارای زیادی پیدا کرد. داستان فیلم تو دهه 1930 میلادی جلو میره. کارگری به اسم ما یونگ جن برای به دست آوردن پول بیشتر به شانگهای سفر میکنه. اون کاراشو تو اسکله شهر شروع کرده و با آدم‌های جدیدی هم آشنا شده تا اینکه پای رهبر باند خلافکار به اون منطقه باز میشه. حالا جن مجبور از مهارت‌های رزمی خودش استفاده کنه تا زنده بمونه. روزی روزگاری در شانگهای سال 2014 تو ژانر فیلم‌های اکشن جنایی از کشور چین منتشر شد و تونسته امتیاز 6.7 سایت IMDb رو ثبت کنه. سال 208 بعد از میلاد، زمانی که سلسله هان آخرین روزهای حکومتش رو میگذروند، ساو ساو امپراتور رو متقاعد کرده که حمله بزرگی رو شروع کنه. اون معتقده تنها راه متحد کردن تمام مناطق چین حمله و جنگ علیه لو بی و سونگ چوانه. همین قضیه باعث شده امپراتور به سرزمین‌های جنوبی حمله کنه. صخره سرخ سال 2008 تو ژانر فیلم‌های اکشن، ماجراجویی و درام از کشور چین منتشر شد و تا حالا با 49,000 آی تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.3 رو ثبت کنه. سینگ یه سارق غیر حرفه‌ایه که میخواد هر طوری شده تبدیل به یکی از خطرناک‌ترین عضو دارودستی تبر به دست‌های شانگهای بشه. ماجرا وقتی شروع میشه که سینگ میون سرقت از یه مجتمع پرجمعیت با اهالی محله درگیر میشه. مردمی که از هنرهای رزمی و کنکوت و مبارزه‌هاشون استفاده میکنن. همین قضیه باعث به وجود اومدن یه جنگ واقعی بین کنکوکرهای محلی و دارودستی تبر به دست‌ها میشه. جنب و جوش کنکو سال 2004 تو ژانر فیلم‌های کمدی، فانتزی و اکشن از کشور چین منتشر شد و تا حالا با 152,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.7 رو ثبت کنه. مجموعه فیلم‌های رزمی ایپمن بر اساس زندگی استاد ایپمن، استاد بروسلی، یکی از نوابغ بزرگ هنرهای رزمیه. داستان اصلی قسمت اول ایپمن هم دهه 1930 توی یکی از شهرهای چین جلو میره. ایپمن کنار خانوادهش یه زندگی آروم رو میگذرونه، ولی ماجرا با حمله ژاپن به چین کاملا تغییر میکنه و جنگ زندگی ایپمن رو از بین میبره. ایپمن قسمت اول سال 2008 تو ژانر فیلم‌های رزمی، بیوگرافی و درام با بازی دانیان از کشور چین منتشر شد و امتیاز 8 سایت IMDb رو گرفت.